وزیر علوم دولت نهم مهدی زاهدی روز دوشنبه اعلام کرد که وی دستور لغو آیین‌نامه ستاره‌دار شدن دانشجویان را در سال 85 صادر کرد و از آن زمان تا به حال هیچ دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد محروم از تحصیل نشده و اگر مشکلاتی برای تعدادی از دانشجویان وجود دارد در دستگاه‌هایی بجز وزارت علوم باید جستجو کرد. همچنین علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ گونه دانشجوی ستاره دار نداریم و امسال تنها فقط 10 نفر هستند که آنان مشکلاتی در حوادث اخیر ایجاد کردند. نوید محمدی فعال دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز و فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار و محروم از تحصیل در کنکور کارشناسی ارشد معماری در گفتگو با صدای آمریکا درباره وضعیت خود چنین میگوید. وقتی من رفتم آموزش که ثبت نام انجام بدم، کارنامه‌ام اعلام شده بود، رتبه‌ام اعلام شده بود. رفتم ثبت نام، گفتن که شما باید بریم مرکز آزمون. بعد رفتم مرکز آزمون، چیزی نگفتن. گفتن که اصلا اینجا مشکلی ندارین شما. بعد مراجعه دادم دانشگاه، بعد که شکرسای فراوان دیدیم که یک نامه محرمانه از مرکز آزمون اومده که شما حتی ادامه تحصیل ندارین. که ما هم نشون ندادم، فقط در حد هست. اون یکی دوستانم که آموزششون زنگ زده بهشون گفتن که طبق نامه‌ای که از اداره اطلاعات واسه شما فرستاده شده شما محروم هستین از تحصیل. بر چه اساسی تصمیم میگیرن که یک دانشجو رو محروم از تحصیل بکنن؟ ممکنه دلایل مختلفی داشته باشن، ولی دانشجویان که بیشتر به اسم ستاره دار شناخته میشن دانشجویی هستن که در دوران کارشناسیشون دانشجوی منتظر بودن، فعالیت تشکیلاتی داشتن تو به عنوان تشکیلات های دانشگاه ها مثل انجمن های اسلامی و سایر تشکل ها، مثل خود ما که تو تشکل آرمان بودیم. یه عده‌ای هم که فقط دانشجوی منتظر بودن بدون اینکه توی تشکلی حضور داشته باشن. خود آذربایجان سال قبل من اولین سریشو به طور علنا بعد کنکور دیدیم و امسال هم که سال دومش است، ولی تو سایر مناطق گویا قبلا هم بوده. در خبرگزاری مهر اومده که رئیس دانشگاه آزاد تبریز گفته که در ثبت نام دانشجویان اختلالی به وجود نیامده. همیشه همین جور بوده، یعنی اصلا کل مسئولین همیشه این مسئله رو انکار کردن. ایشون هم حدود 2 هفته صرف بیشتر نیست اومدن تو دانشگاه و از فضای دانشگاه اصلا اطلاع ندارن. بنده که مثلا 1 سال واسه ثبت نام مشکل دارم، ترم قبل گزارش شده بود که انشالله تا شه ترم آینده حل بشه که حل نشد، اصلا تو فضایش نیستن که بزنن که آیا همچین چیزی موجود هست یا نه. اکثر دانشجویانی که تو آذربایجان ستاره دار شدن یا به هر طریق میشه گفت بهشون محروم از تحصیل شدن دانشجویان هویت خواه بودن، یعنی دانشجویانی که منتسب به طیف هویت خواه هستن. اینها یه سری خواسته های قانونی که تو قانون اساسی هم مطرح شده رو میخوان، مثل حقوق اولیه انسانی که آموزش به زبان مادریه. اینها تو زمینه هویت خودشون فعال بودن، میخواستن از حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن در همین حد، که متاسفانه سخت‌ترین و بدترین رفتارها هم با این اشخاص شده.